سلام بچه ها، چطورید؟ من تو بیت هستم و خوش میاد به چنل یوتیوب من. بیت اول کار شنیدید، حالا بریم واسه مراحل ساختش. دیگه قبل از اینکه بریم مراحل ساختش، دیگه میدونید دیگه، لایک کن، ساب کن، کامنت بذار. اول از همه من از پیانو کار شروع میکنم. اون حس هستی و پیانو به کار میده. گوش کنیم، افکت روشه متاسفانه. آه از اینجا خب خیلی ساده اینو ساختم، از آکورد استفاده کردم، بعد فا مینور گامش. اگه این آکورد ما بود، اومدم مانند آرپشتور زدمش، بعد چند تا نوتم واسه تاپ ملودی بهش اضافه کردم. افکت هایی که به پیانو دادم، یه اکولایزر بهش دادم فقط، چون بیشتر اون حرکات اون ریورب و دیلیشو از خود وی اس تی زدم، از بانک هیت اپ تیری استفاده کردم، فکر کنم بانک دریلش بوده. لوهایش هم گرفتم، بعد چند تا پیک صدایی داشت، اونا رو هم گرفتم. خامش اینجوریه، میبینی چند تا فرکانس میزنه تو گوش، اون پیک ها رو گرفتم. حالا دومی میریم سراغ پدمون. پدم یه چیز ساده است، فقط همون آکوردا پلی میشن. تاپ ملودی ها رو برداشتم، پدم از اکسپند دوه. بعد افکت هایی که به پدم دادم، یک کلازر بهش دادم، لوشو با شیب خیلی زیاد آوردم، تقریبا میشه گفت رادیویی کردم صدای پدم. بعد یه گیتار داریم اینجا، بعد این گیتاره بکنم یکی از بانکای کانتکت، فکر کنم یادم نیست، آره از یکی از بانکای کانتکت، اسمش هم فکر کنم گیتار ریورس. خیلی این صدای گیتارش فوق العاده است، حتما اینو دانلود کنید. بعد واسه گیتارم هم هیچ افکت خاصی ندادم، فقط حدود 20% پن دادم به سمت راست. بعد لوهایشو خیلی گرفتم، تا میدشو گرفتم. بعد اینجا یه پیک صدایی داشت، اونم فرکانس 550، اون پیک صدایی رو هم گرفتم همین. بعد یه تکسچر داریم از آمین اسفره که نمیتونم اصلا لودش کنم. گوش کنیم، این باعث میشه اون حس دارک بودن خیلی منتقل بشه. تقریبا میشه گفت تو سبکای شایع است این بیت. افکت هایی که به تکسچر دادم، سلامم گرفت، سرما خوردم، لوشو گرفتم و یه ذره اینجا
این قسمتش فرکانس های هارش داشت، تو گوش خیلی میزد. بعد بریم همشون رو با همین تیکر رو گوش کنیم. حالا بیا اینا رو ترکیب پیانو و گیتار خیلی فوق العاده است. اون تکسچر هم خیلی یه فضای دارکی بهش داره منتقل میکنه. خب این کار اینجا ویولون اضافه میشه که ویولونمون اینه. اومدم واسهش تو یه اکتاف پایین ترش واسهش یه ملودی ساده نوشتم، بعد بار بعدیش یه اکتاف بردمش بالا، بعد یه تغییرات جزئی هم دادم بهش تا اون حس رو منتقل کنه به شنونده. اون دارک بودن و تو اون قسمت از بیت طلب میکرد اینو. بعد افکتایی که بهش دادم، یه اکولایزر بهش دادم، لوشو گرفتم تا لو میدو، بعد هایش هم گرفتم، یه ذره فرکانس 3000 رو بوست کردم، از والهالا وینتج وربم بهش یه ریورب دادم، کالرش رو فقط رو ناو گذاشتم، بعد با 22% میکس و 2.21% دیکی. یه اکولایزرم دادم چون بعد احساس کردم داره با گیتارم تداخل فرکانسی ایجاد میکنه، لوش رو گرفتم تا اون تداخل از بین بره. بعد میریم سراغ بیس کار. خب بیس کار یه چیز خیلی ساده است. من اومدم از روت نوت های آکوردهایی که داشتم از اون استفاده کردم. گوش کنیم. میخواستم از A2A استفاده کنم، دیدم نه اون باحال نمیشه، اون از چی میگن بیس سینت استفاده کنم خیلی بهتره، اون اسلایدی که اونجا میزنه خفن تر میشه. بعد میریم سراغ ریتممون. ریتممون یه ریتم تقریبا تو گفت بومبپ ساده است، یه اولد اسکول ولی بومبپ. یه قسمت هایی از کارم این عوض میشه. بعد بریم سراغ اول بیسمون بگیم چیکار کردیم. بیسمون یه لیمیتر خورده، با کیکمون ساید چند شده. اومدم فرکانس 25 رو گرفتم و یه ذره از هایش رو گرفتم، از سایماتیک ورتکس استفاده کردیم واسه بوست صدای بیسمون. تو کیکم یه اکولایزر است، اون فرکانسی که بیسم تداخل داشت با کیکم رو گرفتم. بعد یه سافت کلیپر دادم که کلیپ نشه. واسه اسنرم هم یه اکولایزر دادم، فرکانس های اضافه حذف کردم. به اسنر دوم هم همینطور، اسنر سم هم همینطور، سه تا اسنر دارم، دوتاشو حدود 20% به راست و چپ پهن کردم، اون که اصلیه تو وسط میزنه. بعد همین دیگه اینان تو پروژه، آره تو باس چنل بیتم هم یه اکولایزر دارم و یه لیمیتر واسه این قسمت کار که اول اینترو میاد اینجوری. انگار از زیر آب میاد بیرون، واسه اینترو خیلی خفنه. بعد جاییم بود از آموزش امروز، امیدوارم مفید باشه واسه تون. اگه مفید بود ویدیو رو لایک کنید، اگه محتویات چنل من واسه تون مفیده کانال رو ساب کنید. تا ویدیوی بعدی عشقید.